سلام بچه ها خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب ترفن احتمالا همتون تا الان متوجه شدید که نتفلیکس از تیزر فصل دوم سکوید گیم رسما رو نمایی کرد توی اولین تیزر میاد به روند فصل گذشته سریال اشاره میکنه اتفاقات داخل بازی و در نهایت جایی که گیهان از فرودگاه برمیگرده، تا دوباره وارد بازی بشه و اعضای پشت پرده بازی رو بشناسه و باهاشون بشناس مبارزه کنه مشخص ترین پیش بینی هم این بود که لی جونگ تو فصل دو سریال حضور داشته باشه که از این واضحتر تر نمیشد تو ادامه تیزر به ما میگه هوانگ جون ها افسر پلیس که نقشش رو وی ها جون بازی میکنه تو فصل دوم سریال هست و این خیلی نکته مهمیه که نشون میده که اون کشته نشده فرد پیشرو با بازی لیبیونگ هون و البته گونگیو هم تو فصل بعدی حضور دارن ولی قسمت جذاب تیزر جایی که ما با سه تا بازیگر جدید روبرو میشیم بازیگرایی که مشخصه تو اون بازی مرگبار قرار حضور داشته باشن به خاطر اینکه جلوشون همون دکمه های سبز و قرمزی وجود داره که تو فصل اول اسکوید گیم از شرکت کننده ها برای رایگیری واسه ادامه یا اتمام بازی استفاده میشده اولین بازیگری که اشاره میکنه اسمش ایم شیوان هستش که بعضی خواستن اشاره کنن گفتن ایم سیوان نه اسمش ایم شیوان تلفظ میشه شاید قبلا توی سریال افسانه خورشید و ماه ایشونو دیده باشید بخوام در مورد فیلماش بگم تو فیلم های معمایی و جنایی اکثر فیلمایی که ازش دیدم نقش آدم مرموزی رو داره که مخاطب تا لحظه آخر نمیدونه آدم بدهی داستانه یا آدم خوبه داستانه تجربه شخصی ازش مینی سریال ماینکتمن بود که حدس میزنم تو اسکوید گیم هم همچین نقشی میخوام بهش بدم نفر بعدی کانگ هانل هستش که مخاطبین سریال های کره باید اونو خیلی خوب بشناسن به خاطر اینکه اون همون وانگ ووک شاهزاده هشتم تو سریال عاشقانه ماهه اگه خاطبه قدیمی ترفن باشید ما توی داستان فیلمامون فیلمی به نام امپایر آف لاس یا همون امپراتور شهوت رو معرفی کرده بودیم که توی اون فیلمم این بازیگر حضور داشتش من کلا از این بازیگر خیلی فیلم زیاد ندیدم ولی اکثر فیلمایی که ازش دیدم روندش اینجوری بوده که اولای فیلمی نقش مثبت و خیلی خوب داشته و رفته رفته نقشش منفی و بد میشه و اتفاقا کارگردان اسکوید گیم همیشه تو فیلماش از این نقشا داره تو خود اسکوید گیم دوست صمیمی گیهان یاتونه یا یادتونه اونم دقیقاً دقیقا همین جوری بود اولاش به همه کمک میکرد و هوای دوستشو داشت ولی رفته رفته شد آدم بدهی داستان که من حدس میزنم که کانگ توی فصل دوم اسکوید گیم نقش خیلی کلیدی داره و در نهایت دو نفر بعدی که سریال اشاره میکنه تو فصل جدید هستن اسمشون پارک سونگ هون و یانگ دونگن هستن من ایشونو توی سریال شش اجده های پرنده حضور ذهن دارم ولی حس میکنم یانگ دونگن آورده که یه جورایی جای خالی بازیکن 101 رو پر کنه یه شایعه خیلی جالبی که تو فضای مجازی مطرح شده بود این بود که آیا بازیگر زنی اصلا تو فصل جدید سریال هست نکنه قرار توی سریال ما شاهد بی ال باشیم ولی این واقعیت اینه که این ادعا درست خنده داره ولی خیلی بیرا هم نیست برای همین من رفتم کل فیلم های هوانگ دونگ بررسی کردم ایشون کارگردان و تهیه کننده و نویسنده اسکوید گیمه و توی فیلماش هیچ وقت چیزی به نام بی ال وجود نداشته و بعید بدونم بخواد همچین چیزی رو توی فیلم نشون بده در مورد بازیگر زن هم قطعا بازیگر زن در کار هست این موضوع احتمالا توی تیزرهای بعدی که از سریال منتشر بشه مش مشخص میشه و یا نه ممکنه یه سورپرایز بزرگ باشه و شاهد بازگشت بازیگرایی مثل هویان باشین قطعا کارگردانم دوست نداره همه چی رو اسپویل کنه تا جذابیت سریال بخوابه مسئله بعدی که مطرح اینه که فصل دوم سریال چطور میخواد باشه؟ آیا دوباره قرار همون بازی های تکراری و همون صحنه های تکراری انجام بشه؟ اینو بهتون بگم که قطعا بازی ها تکراری نیستن. اگه از فصل اول یادتون باشه، سربازهای بازی یا افرادی که رو بازی شرط می‌بستن، گذار بودن، حتی اونا هم تا لحظه آخر دقیقا نمیدونستن که چه بازی قرار انجام بشه و بازی‌ها چی هاست. فرد پیشرو بهشون توضیح میداده یا اون دکتر وقتی میخواسته در مورد بازی ها تقلب بکنه از یک جایی به بعدی که سربازام هم نمیدونستن بازی ها چیه تنها کسی که خیلی دقیق از مراحل بازی ها اطلاعات داشته فرد پیشرو بوده که خودش برنده نهایی سال 2015 اون رقابت ها شده بوده حدود یک سال خورده پیش کارگردان سریال یه چیزایی از فصل دو رو برامون اسپویل میکنه اون یه نامه تو قالب کارتای معروف اسکوید گیم خطاب به طرفداران سریال منتشر میکنه تو بخشی از نامه میگه چلسو دوست پسر یانکی تو فصل بعدی حضور داره یانکی کیه یانکی همون عروسک دختر است که تو بازی اول رد لایت گرین لایت چشم میذاش و بعد برمیگشت حواسش باشه کسی تکون نخوره اون در اصل یه شخصیت دا داستانها و بازیهای بچگانه کره هاست. چیزی که خیلیاتون باید بدونید اینه که تمام مراحل بازی ها همشون از بازی های دوران بچگی کرهیا بودن حتی اون بازی اولیه داکچی حالا همیشه تو این داستانهای قدیمی ای یانکی در کنار پسری بوده به نام چلسو یه جورایی عین دارا و سارای خودمون واسه همین خیلی از سایت ها آمدن بررسی کردم ببینن که کدوم بازی بچه گونه کورهی بوده که توش یانکی و چولسو همزمان حضور داشتن چون اینجوری میتونیم بفهمیم که یکی از بازی های فصل دوم چی میخواد باشه در نهایت به بازی میرسیم که شبیه بازی جکنجیل اروپایی است. من نزدیک های 11 ماه پیش توی ویدیو بخشی از این بازی رو بهتون توضیح میدم نگو تو کره یه بازی معروف هست که این دو شخصیت یعنی یانکی و چلسو با همون انجام دادن توی داستانای کره که دقیقا اون بازی شبیه بازی جکنجیل اروپایی هست این بازی اولا فیزیکی انجام می و بعدها تبدیل به بورد گیم شده یعنی بازی تخته ای رفتم و در مورد بازی تحقیق کردم داستان بازی اینجوریه که یانکی و چلسو یه دختر و پسری یعنی که میخوان از تپه ها بالا برن و از شاه آب بیارن ولی اتفاق عجیب و جور ترسناک این داستان بچه گونه اینه که هیچ وقت این دو نفر موفق نشدن که تو داستان آب رو از چاه بیارن و هر بار پسره از کوه تپه سر خورده و به حالت زخمی برگشته احتمالا شرکت کننده ها به گروه های دو نفره تقسیم میشن شعر معروف جکنجید به حالت کره ای خونده میشه تپه هایی وجود داره که بازیکن ها باید طبق اسمینر و تاس هایی که عروسک های چلسو یانکی میندازند و اونا رو اونا تعیین میکنن حرکت کنن یه زمانی مشخص میشه تو بازی مثلا ده دقیقه باید تو کل ده دقیقه برنده ها مشخص بشن اگه بازیکنی براش تا سه عدد مرگ بیاد در جا بهش شلیک میشه و میمیره اگه بازیکنی تو اسپینر براش نماد سطل زباله بیاد به نقطه شروع برمیگرده و اگه تو ده دقیقه نتونه به نقطه پایان برسه میمیره یه جورایی منو یاد همون بازی رد لایت گرین لایت میندازه ولی اینجا محدودیت حرکتیت خیلی بیشتر و به شانست هم ربط داره که به نظرم خیلی میتونه هیجان کارو بیشتر کنه در مورد زمان پخش سریال میگن توی سال 2024 قرار سریال پخش بشه اینو بگم که خیلی از تیزرهایی که از این سریال ساخته شده فیک و واقعی نیست تنها تیزر رسمی که از فصل دو منتشر شده همین تیزری که سه روز پیش منتشر شد و یک دقیقه و 46 ثانیه است خیلی ها توی کامنت های ویدیوی قبلی بهم گفتن ترفن تو مگه تیزر رو ندیدی گیهان پلیس میشه و میره تو کشتی و این داستانا نه اونا همش فیکه بذارید یه چیزم بهتون بگم من از شناختی که از کارگردان سریال پیدا کردم قطعا تو فصل دو سریال اتفاقات شوکه کننده بیشتر میشه ببینید ما از فصل اول یه پازلایی داریم که باید توی فصل دو حل بشه مثلا اینکه فهمیدیم ایلنام بابای گیهانه خب اگه اون بابای گیهانه موضوع جدایی از مادرش چی بوده آیا ممکنه مادر گیهون از بازی مطلع باشه؟ حتی ممکنه آخر فصل دو خود گیهون رو ببینیم که این موضوع بپذیره که عضوی از باند بازی بشه چون اون برنده بازی بوده این فرد پیش رو از فصل یک باید این تجربه رو داشته باشیم که از این مدل کارا کارگردان میکنه همونطور که هیچکس توقع نداشت تا لحظه آخر اون پیرمرد مهربون سرکرده اصلی بازی باشه بحث دیگه ای که مطرح اینه که آیا ممکنه بازیگر نقش ایلنام او یونگ سوتو تو فصل جدیدم باشه به واقعیت اینه که این اواخر یه هواشی در مورد اتهام آزار جنسی یک دختر جوان علیه این بازیگر مطرح میشه که قبلا ویدیوشو ساختم و در موردش مفصل صحبت کردم این پرونده چون هنوزم در جریان به نوعی و هواشی به شدت زیادی دور این بازیگر ایجاد شده بعید بدونم تو فصل دوم باشه هر چی که هست من مطمئنم فصل دوم سریال خیلی جذابه سعی میکنم تو داستان فیلم بعدی چند تا فیلم از این کارگردان بهتون معرفی کنم بر صورت همراهان دوست داشتنی ترفن خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید ببخشید که یک مدتی نبودم کار دندون پزشکی داشتم به هر صورت امیدوارم که همیشه حال دلتون خوش باشه تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون